همزمان با دو سالگی محرومیت دختران بالاتر از کلاس ششم از حق آموزش در افغانستان نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشری از جمله سازمان ملل خواهان بازگشایی مکاتب به روی دختران در افغانستان شدند دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که محرومیت دختران از آموزش در افغانستان نقض غیرقابل قابل توجیه حقوق بشر است او خواستار بازگشایی چه زودتر دروازه های مکاتب به روی دختران شده است سازمان عفه بین الملل هم به مناسبت دو سالگی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم از سوی طالبان میگوید که رویاها و آینده هزاران دختر در افغانستان در خطر است عفه بین الملل گفته است که طالبان علا رقم به محروم کردن دختران از حق آموزش و آزار و اذیت جنسی دختران ادامه دادند از سوی هم شماره از فعالان حقوق زن و دختران دانش آموز در افغانستان جامعه جهانی به ویژه کشورهای مدافع ارزش‌های حقوق بشری را به بی‌توجهی در این خصوص متهم می کنند. آنان می‌گویند که با گذشت دو سال از محرومیت آنان از آموزش، هنوز هم در وی سرنوشتی به سر می‌برند و جامعه جهانی نباید آنان را فراموش کند. به گفته فعالان حقوق زن، کشورهای جهان در این مدت به جای فشار بر طالبان، سیاست تعامل خود را افزایش دادند. بر اساس اعلامیه صندوق سازمان ملل متحد بیش از 80 درصد دختران افغانستان که تعداد آنان 2 میلیون نفر است از حق آموزش محروم شدند.